به ادامه محور خوش آمدید. وزارت خارجه میگوید پول افغانستان در مقایسه با کشورهای منطقه با ثبات‌تر بوده. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه میافزاید در حالی که ارزش پول کشورهای دیگر در منطقه در برابر دلار کاهش یافته، اما ارزش پول افغانی در برابر دلار با گذشت هر روز افزایش یافته. در همین حال بانک مرکزی افغانستان میگوید به علت افزایش صادرات، آغاز کار برخی از پروژه ها و تطبیق بهتر سیاست پولی توانسته از کاهش ارزش افغانی جلوگیری کند. وزارت خارجه امارت اسلامی میگوید پول افغانی نسبت به ارزهای دیگر کشورهای منطقه از ثبات خوبی برخوردار است. سرپرست این وزارت میافزاید ارزش افغانی در برابر دیگر اسعار به ویژه در برابر دلار با گذشت هر روز بیشتر می شود. این هم برای ما و شما افتخار است که امروز در صف حکومت های سیال و برابر هستیم، الحمدلله که حیثیت پیسه ما و شما شاید به سطح دنیا اولین پیسه با هست که در مقابل دلار بالا میره پایین نمیه. در همین حال بانک مرکزی افغانستان میگوید به علت تطبیق بهتر سیاست پولی و جلوگیری از قاچاق دلار به بیرون از کشور توانستند تا از کاهش ارزش افغانی جلوگیری کنند. په هیواد کې د یو شمیر ملی او نړیوالو پروژو پیل د بهرنیو اسعارو قاچاق مخنیوی او همدارنګه د روڼتیا رامنځته کیدل هغه عوامل دي چې د افغانۍ د ارزښت د ساتنې په برخه کې مرسته کړې ده. از سوی هم اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل به این باور است که برای حفظ ثبات ارزش افغانی بانک مرکزی باید به گونه دوامدار دلار را به بازارهای کشور عرضه کند و از کارگیری از اسعار دیگر کشورها جلوگیری کند. پول افغانستان که باید افغانستان بانک لازمی اقدامات وکړي تر څو چې د خارجي اسعارو خاصتا د پاکستانی کلدارو او د ایرانی تومان د چلیش مخنیوی وکړي. با این حال وزارت اقتصاد میگوید کمک های نقدی که به افغانستان میآیند برای ثبات ارزش افغانی اثرگذار بودند. پول های نقدی که به افغانستان منتقل میشه به خاطر تقویت ارزش پول ملی و در مواردی به منظور احیا و اعمار زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان برای رسیدن به خودکفایی مد نظر قرار می‌گیرد. پیش از این بانک مرکزی کشور تاکید کرده است که واحد پولی افغانستان در یک سال گذشته در میان واحد پولی نو کشور قرار گرفته است که ارزش آن از ثبات خوب برخوردار بوده است. بحث میکنیم روی همین موضوع با مهمانانم، آقایان محمد شبیر بشیری آگاه مسائل اقتصادی اینجا در استودیو و آقای سیار قریشی رئیس پیشین اتحادیه بانک‌های خصوصی که از طریق اسکایپ وصل هستند. بسیار خوش آمدین مهمانان گرامی. اگر اجازه بدین من با آقای قریشی آغاز بکنم. آقای قریشی سلام به شما، بسیار خوش آمدین. ثبات ارزش افغانی در برابر دلار فکر میکنین ناشی از چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما بینندگان تلو نیوز، همکاران تکنیکی شما و مهمان در بس. بر اساس مسائل تکنیکی اگر ما ارزیابی کنیم، نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا دائما در حال حرکت می باشد و ای که یک ارز تقاضای بیشتر خود نسبت به ارز دیگه داشته باشد بستگی به ارزش درک مالکیت از او را داره و چی به خاطر پرداخت برای کالاها و خدمات ای به عنوان سرمایه گذاری استفاده میشه. البته گفتم میتونیم که عوامل مختلف که مؤثریت بر نرخ ارز داره، بله، از قبیل تورم میباشه، نرخ بهره یا interest rate که میگه میشه، بدهی دولت است، ثبات سیاسی در کشور که خیلی مهم است، رکود اقتصادی، شرایط تجارتی در یک کشور، کسر حساب جاری، دخالت دولت یا بانک مرکزی و بازارهای سهام یا بازار سهام در کشور که می باشد. خب در افغانستان چون یک کشور بیشتر وارداتی است و ما شاهد ازی بودیم که 95% اجناس ما خارج از کشور می آمد، ما صادرات خیلی ضعیف داشتیم و اکنون هم یک مقدار صادرات بالا رفته و یک کشور تولیدی و صنعتی نمی باشیم و نبودیم و بیشتر تولید ناخالص داخلی افغانستان و همچنان شرایط اقتصادی و تجارتی ما به کمک های خارجی وابسته بوده
که ما تقریبا در سال 8 الی 9 میلیارد دلار خارج از افغانستان توسط کمک های خارجی می آمد و امو مارکت به شیوه کنترل می شد توسط بانک مرکزی که امو سین و سیستم که به خاطر به طور کلی توسط بانک های مرکزی دنیا کنترل می شد. یکی از او به نام نرخ شناور ثابت بوده که در 20 سال گذشته دیدیم که اگر افغانی ارزش خود از دست می داد بانک مرکزی در مارکت دخالت می کرد و من شاهد از این بودم که هفته کمترینش 10 میلیون دلار تا 100 میلیون دلار هم بانک مرکزی آکشن داشت یا پول افغانی را به اصطلاح جمع‌آوری میکرد و پول دلار را در مارکت دوباره پمپ میکرد یا عرضه میکرد که تا ارزش خود افغانی در مقابل اسعار خارجی نگهداری کنه. و این روش قانونی بود یا به هر حال میخواست به گونه جعلی بازار را کنترل بکنه؟ خب او به شکل باز هم تصنعی بود. من قبلا بر شما اشاره کردم که وقتی که یک کشور از خود تولید می داشته باشه، صنعت می داشته باشه، شما می دانید که ارزش پولی امو کشور شما بالا ببرین. با در صورتی که قریشی بسیار مهم است و جالب هم است، همونطوری که سرپرست وزارت خارجه میگه در این شب و روزها که هر پول یا هر ارز خارجی رو در برابر دلار مقایسه میکنی افت میکنه و ظاهرا ارزش خود از دست میده، اما ارزش افغانی یا ثابت است یا هم همونطوری که سرپرست وزارت خارجه میگه بیشتر شده میره. این دلیل در چی است شما فکر میکنید؟ خب ما با صحبت های آقای متقی احترام قائل هستم ولی از لحاظ تکنیکی با اونا ما موافق نیستم، به خاطر از اینکه اگر شما کشورهای همسایه ما را ببینید مانند پاکستان که پنجمین نفوس بزرگ دنیاست و تقریبا واردات پاکستان سالانه 62 میلیارد دلار است، صادراتش 31.5 میلیارد دلار است و امیال نرخ بیکاری بر اساس ارقامی که توسط بانک جهانی نشر شده 6% است و اونا امیال نرخ کلدار پاکستانی در مقابل دلار 283 است. یعنی یک کشوری که از خود صادرات داره، صنعت داره، تولید داره ولی ارزش پولش رو میبینیم که در موقف خوب نیست. یا مثلا کشور همسایه دیگه ما ایران اگه ما ببینیم با وجودی که بالایش تعزیرات هستک و نرخ تورم هم میاره در ایران 56% از بسیار خیلی بالاستک و همچنان بهترین صادرات دارن، تقریبا در حدود 82 میلیارد دلار اونا صادرات دارن ولی نرخ شبی بینیم یک دلار تقریبا 42305 بیشتر از تا 55 بله در حالت نوسانات است. بله. یعنی اگر ما چنین شاخصه های اقتصادی را ما اگر مقایسه کنیم، یعنی ما گفته نمیتونیم که البته پول افغانی نه، خب اینجا معجزه هم در کار نیست آقای قریشی، همونطوری که شما میگین اون کشورها داره ارزشش کم میشه اما پول افغانی ارزشش بیشتر میشه. اینجا فکر میکنین برنامه ای است یا ارزش افغانی در بازارهای افغانستان به این اندازه است اونچه که در نرخ‌های جهانی است چیز دیگر است؟ مثلا امروز یک دلار آمریکایی 86 افغانی و 50 پول تبادله میشه. خب ما بر شما دلیلش هم میگم، به خاطر از اینکه اولی که خود پول افغانی در مارکت کمتر است، ما از طریق رسانه های شما بار بار شنیدیم که پول که قبلا توسط بانک مرکزی در مارکت عرضه می شد سالانه 3.5 میلیارد پول جدید عرضه می شد، پولای مثلا فرسوده جمع‌آوری می شد، اما اکنون پولای فرسوده در مارکت جریان داره و وجود داره، دادستان صورت می گیره، به این معنا که پول افغانی کمتر است و تقاضا برش بیشتر است و در عین وقت در یک و نیم سال اخیر ما شاهد ازی بودیم که در حدود 3 میلیارد دلار آمریکایی داخل افغانستان شد و قبلا 8 الی 9 میلیارد دلار داخل می شد و در پولوی ازی ما هم می بینیم که سطح قدرت خرید مردم بسیار پایین است، این معنا که یعنی تقاضا کمتر است. طبعا جای شک نیست که یک مقدار کارهای مانند قاچاق پول درست. حتما میپرسم در مورد آقای قریشی، اگر اجازه بتونم از آقای بشیری هم بپرسم. آقای بشیری بسیار مهم است، پس از حاکمیت امارات اسلامی زمزمه هایی از فروپاشی نظام اقتصادی، از افت ارزش افغانی در برابر ارزهای خارجی را ما بارها شنیدیم، ظاهرا دیده میشه برعکس شده. چطور میبینین شما، مدیریت شده یا برنامه های مصنوعی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و ادب خدمت شما بینده های بسیار خوب طلوع
مردم عزیز ما و میمان معزز در بحث. ببینین حفظ ارزش پول در مقابل اسعار خارجی و خصوصا دلار که حال یک معیار قرار گرفته به عنوان یک به اصطلاح سمپل واقع شده یا نمونه واقع شده در بخش یا در بحث ارزشگیری پولها در مقابل یا در بخش سنجش قدرتشون، یعنی دلار یک معیار است، با معیار دلار سنجش میکنن که پول یک کشور چقدر ارزش داره. اگر در بحث قدرت نفوذ، صادرات و واردات و حرکت های بالقوه اقتصادی محاسبه کنیم، کشورهای بزرگ با نفوذ بزرگ با صادرات وافر و چشمگیر را میبینیم که پولشان ارزش آنچنانی در مقابل دلار نداره و هر روز هم از دست میدن. بله، ولی برعکس ما شاهد بعض از کشورهای کوچک هستیم دارای 7 تا 8 میلیون نفوذ و 7 تا 8 میلیون نفوذ هر قدر توان داشته باشه نمیتونه باز به اندازه کشوری که پاپولیشن بزرگ دارد صادرات داشته باشه یا صادرات بزرگ داشته باشه. پول از او کشور در مقابل دلار دارای یک ثبات خوبی است. مثلا تاجیکستان، واید پول تاجیکستان با وجود نفوذ کم داره، صادرات چندان چشمگیری نداره، ولی پول تاجیکستان در مقابل دلار نسبت به افغانی هم خوبتر است. اگر افغانی رو محاسبه کنیم، نه تنها با چند تا از کشورهای همسایه افغانی، ما اگر مبالغه نکنم یا غلو نکنم حدود 100 تا کشور پول افغانی در مقابل دلار ارزشش بیشتر است از 100 کشور دنیا. و در جمع از این 100 کشور دنیا، کشورهای خوب پیشرفته، آباد و یا در حال توسعه قرار دارند که پولشان و ارزش پولشان نسبت به افغانی پایین است. این مبحث ما را به این نتیجه میرسانه که عوامل دیگه در کار است. چی مثلا؟ و او عوامل دیگه که در کار است چی هست؟ های او عوامل شامل مکتب مؤلفه و یا حرکت های اقتصادی است یا بیرون از مکتب و مؤلفه و حرکت های اقتصادی است؟ من میگم نه، یک سری از عوامل بیرون است. عمده ترین عاملی که از مکتب و مؤلفه و حرکت های اقتصادی بیرون است و روی ارزش پول ها در کشورهای مختلف خصوصا در افغانستان هم تاثیر داره، حرکت های سیاسی است. در 20 سال گذشته و فعلا تنها ما شاهد ثبات ارزش افغانی و یا افزایش ارزش افغانی در مقابل دلار فعلا نیستیم. ما در 20 سال گذشته از این حدود ارزش افغانی ارزش خود از دست نداده بود در مقابل دلار. هدف تونی است که جو سیاسی میتونه تصمیم بگیره یا میتونه تاثیر داشته باشه. حرکت‌های سیاسی شدیداً خصوصا در افغانستان روی ارزش پول ما تاثیر داره. ولی وقتی نگاه میکنی به وضع سیاسی در افغانستان، وقتی به تحریم ها نگاه میکنی، وقتی به انجماد پول های افغانستان یا دارایی های افغانستان نگاه میکنی، وقتی به بر رسمیت نشناختن حکومت سرپرست نگاه میکنیم، خب چیزی است بازم برعکس. این مثلا نشان میده که افغانستان یک کشور مهم است در سطح منطقه، در هر جنبه و در هر بوده که قرار بگیره به لحاظ سیاسی امنیت خود از دست نداده و نمیته. بله، شهرت که افغانستان در روی دنیا داره بس از کشورهایی است که هنوز شناخته نشدن. یک کشور مستقل هستن، نفوذ دارن، جمعیت دارن، پرچم دارن، ولی به اندازه افغانستان شهرت ندارن. چرا افغانستان مشهور است؟ شهره دنیا است به خاطر که هیچ حرکت سیاسی در افغانستان به اساس چند شاخصه و مزیتی که داره، یکی او موقعیت جیوپولیتیک افغانستان که در یک موقعیت بسیار اساسی بین چند تا قدرت ها قرار گرفته، موقعیت جیوکانومیک افغانستان به لحاظ اقتصادی که در بین چند تا قدرت اقتصادی، ما در بین فعلا در بین دو تا قدرت اقتصادی هند و چین قرار داریم و پیش بینی ها نشان میده که شدیداً هر دو قدرت هند و چین تلاش دارند که در آینده دول جی دی پی یا تولیدات ناخالص داخلی دنیا سهم خود بلند ببرند و هر کشوری که سهمش دول جی دی پی بلند بود او هم حرف اول اقتصادی را میزنه. این شد بس اثر یا تاثیر حرکات سیاسی بالای پول افغانی. اگر روی حرکات اقتصادی بیاییم، آنچنان حرکات اقتصادی استراتژیک به منظور پشتوانی پول افغانی و یا حفظ ارزش از او نه انجام دادیم نه داریم متاسفانه فعلا. و برعکس تحریم ها هم وجود داره. بله،
بدون شک. ولی حرکت های خفیف اقتصادی را هم که اجرا می کنیم در رابطه به حفظ ارزش افغانی در پهلوی عامل سیاسی باعث از این میشه که ارزش حفظ کنه. بسیار تشکر، ممنونتان. آقای قریشی، میدانیم پس از حاکمیت امارت اسلامی همونطوری که من از آقای بشیری پرسیدم که نگرانی های زیادی وجود داشت از افت ارزش افغانی، از سقوط نظام اقتصادی، ظاهرا همه چیز برعکس شد. اما از یک طرف دیگر نگاه میکنیم بر اساس آمارهایی که سازمان های جهانی ارائه کردن نزدیک به 5 میلیارد دلار کمک های بشردوستانه در این مدت به افغانستان آمده، مثل 40 میلیون دلاری که هفت هوار می آمدم که ظاهرا دیده میشه در یک ماه اخیر این در افغانستان سرازیر نشده. چقدر اینها نقش داشته در حفظ ارزش افغانی؟ اگر اینها مثلا قطع شوه یا وجود نداشته باشه با توجه به تحریم هایی که بر بانک ها است و منجمد از دارایی های افغانستان در امریکا، وضعیت چگونه خواهد بود؟ بیشترین از سپرده های بانک های خصوصی و دولتی را دلار، یورو و پوند استرلینگ تشکیل میداد. اگر این کمک ها کاهش پیدا کنه، طبعا در اینجا یک بی‌موازنگی با وجود میاد، یعنی به معنای از این که عرضه دلار کمتر میشه و تقاضا برش بیشتر میشه. و ما قبلا بعضی از عوامل را به شما اشاره کردم که چند عوامل عمده میتونه که بالای عرض یک کشور مأثریت مثبت و منفی داشته باشد. و مخصوص به خاطر کاهش ارزش یک ارز چند سیاست وجود داره. بله. که دولت یا بانک مرکزی میتونه از او استفاده کنه و این یک چیز است که در تمام دنیا از او استفاده میشه. بله. او از قبیل سیاست پولی سستر است که کاهش نرخ بهره میباشه، سیاست مالی سستر است که به این معنا که کاهش مالیات و افزایش هزینه های دولت و همچنان فروش ذخایر ارزی در بازار و خرید ارزهای رقیب که تقریبا ازی ما شاهدش بودیم که بانک مرکزی در 20 سال گذشته استفاده میکرد و در پولوی ازی چطور میتوان که کنترل کرد البته پول ارزش امو کشور. البته در قدم اول ممنوعیت استفاده از ارز در داخل کشور که ما شاهد ازی بودیم که در 1.5 سال اخیر یا مخصوصا در چند ماه اخیر که امارت اسلامی طالبا جدا اینا عکس العمل نشان دادن در ولایات غربی و جنوب غربی و شرقی افغانستان که از پول کلدار پاکستانی و تومان ایرانی دیگه استفاده نشه و همچنان محدودیت مبادله انتقال پول. بله، انتقال پول و دیگه محدودیت انتقال و محدودیت انتقال پول از میدان هوایی کابل و همچنان از سرحدات افغانستان که قبلا ما شاهد از این بودیم که بیشتر دلار آمریکایی به ایران میرفت و به پاکستان میرفت و فراموش نکنیم که امیال هم پول به پاکستان میره به خاطر که پاکستان بیشتر به ذخایر ارزی ضرورت داره. امیال ذخایر ارزی آقای قریشی اگر کوتاه می سوال مرا جواب بدین، فکر میکنین که به اندازه ای که دلار حالا در دوران است در بازارهای افغانستان کافی است برای حفظ ارزش افغانی اگر کمک ها نیاید در افغانستان؟ در شرایط کنونی من فکر نکنم که کدام تفاوت بیشتر کنه. در صورتی که اگر پول های فرسوده و یا پول هایی که مشکلات داره ای جمع آوری شه و حتی در برنامه خود بانک مرکزی تقریبا یک دو هفته پیشتر اونا گفتن که ما پول های فرسوده را جمع آوری میکنیم ولی اونا امو وقتش نگفتن که چی وقت. در صورتی که دوباره پول نو اینا عرضه کنند در مارکت و پول افغانی بیشتر شوه نظر به دلار آمریکایی، در اون صورت میتونه که بالای پول افغانی در مقابل دلار مسئولیت منفی داشته. تشکر، ممنونتون. آقای بشیری، بانک مرکزی گفته که تطبیق بهتر سیاست پولی و همطور هم جلوگیری از قاچاق دلار به بیرون از کشور توانسته که از کاهش ارزش افغانی جلوگیری بکنه. چقدر شما فکر میکنید این فاکتورها واقعا نقش داشته؟ و از طرف دیگه هم سرپرست وزارت خارجه میگه که حتی نرخ مواد اولیه در داخل افغانستان نسبت به کشورهای همسایه افغانستان از قیمت کم برخوردار است. این دلیلش را در چی میبینین با آنکه ما یک کشور وارداتی هم هستیم؟ دقیقا موارد را که شما یادآوری کردین تاثیر مثبت خود میتونه داشته باشه. بس سیاست پولی مطرح شد و سیاست پولی سیاست مالی، اینا دو سیاست هستند که در شکل گرفتن حرکت های اقتصادی در یک کشور مانند آب حیات حرکت میکنند یا ارزش مانند آب حیات دارند. و سیاست پولی زمان میتونه مؤثر باشه در قسمت حفظ ارزش پول
که بانک مرکزی به عنوان یک چرخه بزرگ حمایت کننده ایجاد تولید و محصول در کشور حرکت کنه. به این معنایی که ساده تر بگویم که بانک مرکزی در قسمت حمایت تولیدات کوچک متوسط و بزرگ و در قسمت حمایت زارعین کوچک متوسط و بزرگ برنامه های راهبردی را روی دست داشته باشه و همون قسمی که گفتم من حیث آب ها به حیات ارزش داره سیاست پولی، به این معنی است که اینا پول تزریق کنند در تشبثات کوچک و متوسط، پول تزریق شود در زارعین این دلار باید تزریق شود؟ نه خیر، ببینین ما در گذشته داشتیم، مثال خوبتر میتونه که موضوع را بیان کند تا اینکه توضیح داده شود. ما در گذشته داشتیم به نام بانک انکشاف صنایع، بانک انکشاف زراعت. وظیفه از این بانک هایی بودند که صنعت کشور را به لحاظ مالی حمایت میکردند. بله. یعنی تشبثات کوچک و متوسط که به اساس ضعف رقابتی و واردات در حال دمپینگ قرار میگرفتند و یگانه نقطه آسیب پذیریام که اونا را از دمپینگ در حال دمپینگ می برد و دوباره از دمپینگ نجات میداد حمایت های مالی بود و تزریق شدن پول در تشبثات کوچک متوسط. سیاست مالی یعنی یک دوره یا یک برنامه نسبتا طویل است، به این معنا که پول تزریق میکنه برای تولید، تولید دوباره سر پای استاد میشه، تولید سر پای استاد شد سرپلاس به صادرات میره، با تناسب صادرات حوزه استخدام گسترش پیدا میکنه، صادرات شما ارز از بیرون داخل کشور میکنه. این حرکت یک حرکت استراتژیک اقتصادی است که ارزش پول ثابت میکنه یا تضمین میکنه. بهتر بودن اوضاع ارزش پولی این به این معناست که نرخ مواد اولیه هم ممکن بهتر باشه و کنترل شود. اینجا باز تورم هم بس تورم مطرح میشه. بله، ما در دو سال اخیر حکومت امارت اسلامی در بس تورم موفق بودیم. ارزش هر کالا را که شما یک سال قبل تا امروز در مقابل پول افغانی محاسبه میکنین، پول افغانی ارزش خود در مقابل کالاها از دست نداده. هرگاه ساده بگویم مردم ما خوبتر بفهمند، هرگاه پول ارزش خود در مقابل خرید یک کالا از دست داد، به این معنی است که پول یا اقتصاد کشور به طرف تورم رفته. شما یک جنس سال پار میخریدین به 20 افغانی، امروز هم جنس میخرین به 40 افغانی، این به این معنی است که ارزش افغانی در مقابل جنس از دست داده، ارزش از دست دادیم. سال پر به 20 افغانی می‌خریدیم، سال به 40 افغانی. این جایی که آقای متقی گفتن که قیمت کالاها هم اندک تغییر داره نسبت به کشورهای همسایه، دلیلشان همی است که تورم در افغانستان کنترل شده و سازمان‌های بین‌المللی مسئله را رکلام کردند که تورم افغانستان نسبت به همسایه هایش پایش شد. سپاسگزارتان. آقای قریشی، خوب همونطوری که میدانیم کار کردین در بانک، اگر دلار ارزان شد در بازار مثلا در سرای شاهزاده روزانه یا هفتهوار، ممکن است این ارزش داشته باشه پول افغانی یا نه؟ خب ما قبلا به شما اشاره کردم که بیشترین دادستود ما فعلا در افغانستان به دلار آمریکایی است و در پولوی ازی دلار آمریکایی در شرایط کنونی در دنیا 87% از داد و ستد جهان تشکیل میته. اگر فرض مثال تاجر ماست جنس خارج از کشور وارد میکنه که یک کشور وارداتی استیم، اونا ضرورت به دلار آمریکایی دارن، از کالا گرفته تا مواد خوراکی تا گاز تیل، همه چیزی که داخل افغانستان وارد میشه شما به پول دلار ضرورت دارین. و پول افغانی خود چون یک کرنسی است که حتی ده کامن بسکت نیست، حتی پول افغانی شما فرض مثال به کشورهای همجوار ببرین و پول کسی از پیش شما نمیگیره به خاطر که قابل چلش نیست به جز از افغانستان. بله. با او خاطر طبعا وقتی که کمبود دلار در مارکت احساس شوه و تقاضا بر دلار بیشتر شوه، در اون صورت پول افغانی را ما میبینیم که ارزش خود را قریش، هدف ما ای است که خب دلار مثلا در بازار است، اما برخی از کالاها است، برخی از اجناس است که به دلار خرید و فروش میشه در داخل افغانستان. خرید و فروش به دلار به نفع است یا با افغانی؟ طبعا ما بر شما گفتم که ممنوعیت خود پول اسعار خارجی در کشور باعث ارزش پول ملی امو کشور میشه. هر قدره که شما پول دلار شما بیشتر داد دادستتت کنین، طبعا به حساب مسئلیت منفی بالای بلد. پول افغانی میتونه باشه. از امو خاطر ما هر قدره که
تولید داشته باشیم، سند داشته باشیم، صادرات داشته باشیم و پول خود محلی استفاده شود، به مو اندازه ما میتونیم که ارزش پول افغانی را در مقابل اسعار خارجی بلند بسیار باید. تشکر، ممنونتون آقای بشیری. یک دقیقه وقت داریم. قبلا هم بانک مرکزی گفته بود که افغانستان در میان نو کشور قرار داره که واحد پولیش از ثبات خوب برخوردار است، ولی اگر پولهای افغانستان در حالت منجمد باقی بمانه، تحریم ها برداشته نشه و کمک ها هم سرازیر نشه، که حالا ظاهرا گفته میشه یک ماه شده این کمک های 40 میلیون دلاری نیامده، ادامه خواهد داشت این ثبات؟ بر مبنای شاخص های اقتصادی که محاسبه می کنیم، پول افغانی به اساس از او شاخص ها باید ارزش نداشته باشه. ارزش واقعی پول افغانی تا میانه مدت 1 دلار تا 700 افغانی است. ولی بر مبنای حرکات سیاسی و کمک های بین المللی که دلار در افغانستان سرازیر میشه، وقتی که محاسبه می کنیم، من فکر می کنم که هنوز هم باید یک مقدار ارزش افغانی بیشتر شود در مقابل دلار. چرا که اگر مثال دادم برای شما کشورهای پرنفوس با کشورهای نفوس کمتر، تاجکستان برای شما مثال دادم که پول تاجکستان یک ارزش بسیار خوب در مقابل دلار داره. بحث کنترل دلار یک شیوه بسیار خوبی است. 20 سال استفاده شده، نتیجه داده، بعد از این نتیجه میده. ارزی دلار در بازار به لحاظ کمی افزایش دلار و کاهش افغانی به لحاظ کمی از بازار باعث از این میشه که نمی تناسب حفظ میکنه. چرا دلار از افغانستان قاچاق میشه؟ یکی از دغدغه ها همی است که اکثرا دلار از افغانستان به ایران و پاکستان قاچاق میشه. دلیلی است که اونا میخواهند که دلار به لحاظ کمی در کشورهایشان افزایش بدن تا افزایش کمی دلار باعث از این شود که ارزش خود در مقابل پول کشور از اونا از دست بده. ممنونتون آقای محمد شبیر بشیر، آگاه مسائل اقتصادی، و آقای سیار قریشی، رئیس پیشین اتحادیه بانک‌های خصوصی، از حضور هر دو مهمان گرامی و از شما بیننده ها که بیننده محور بودین. همینجا رسیدیم به پایان برنامه. وقت بخیر.